الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله المرسلين، خاتم السفراء المقربين المنتجبين، مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: الصبر على أربعة شعب: الاشتياق والإشفاق والزهد والترقب. هدیه به پیشگاه آقا امام زمان، صلواتی خواهد. اللهم صل على محمد محمد. اسلام دارای سه بخش: یک بخشی از اسلام عقاید راجع به خدا و پیغمبر و عدل خدا و نبوت و امامت و معاد روز قیامت، راجع به قرآن و راجع به مسائل اعتقادی، هر آنچه که ارتباط به عقیده داشته باشه، این یک بخش از اسلام. یه بخش دیگری از اسلام مربوط به فروع دین، نه به اصول دین، به فروع دین، راجع به عبادات و معاملات، چه معاملهی حلاله، چه معاملهی حرامه، چه عبادتی واجبه، چه عبادتی مستحبه، چی مکروهه، چی مباهه. این قسم دوم یا بخش دوم از اسلام. بخش سومی که اسلام داره اخلاقیات، آداب، یک سری اخلاقیات، مجموع اینها روی هم اسلام رو تشکیل میده. هر سه بخش از اعتقادات و یا اسمش بذار اصول دین و فروعات، فروع دین و اخلاق، انسان نیازمند تعلیم و تعلمه. بدون کارشناس دینی، بدون عالم دین، نمیتوان این مسائل سگانه رو خود آدم حل و فصل کنه. کسانی که تلاش کردند که خود از راه دیگری به حقایق این سه بخش برسند، با مشکلاتی روبرو بودند، یا کج‌فهمی سبب انحرافشون شد، یا التقاطی شدند، یا اصلا دین گذاشتن کنار رو رفتند. پس نیازمند متخصص انسان این امور رو از اون متخصص بیاموزه، مثل هر کار دیگری که نیازمند متخصصه، این کار هم نیازمند متخصص خودش. امیر المؤمنین فرمودن: الصبر
من الإيمان كالرأس من الجسد. متخصص امیر المؤمنین، امیر المؤمنین اینطور میفرمایند که صبر در ایمان انسان همانند سر در تن آدمیه. چطور فرماندهی تن آدمی را کی به عهده داره؟ کل اعضا و جوارح انسان رو کی فرماندهی میکنه؟ مغز. مغز کجا قرار گرفته؟ تو سر آدم قرار گرفته. صبر هم مانند سر آدمی. انسان باید تحمل مشکلات کنه، صبر داشته باشه، بردباری کنه تا بتواند در عبادت و در طاعت خدا در زندگی خودش رشد کن. من لا صبر له لا ایمان له. دنباله همین حدیثه، کسی که صبر نداره بیتابی میکنه، تحمل نمیکنه. آدمی است که عقیدش به یک مو بند باشه، این ایمانش ضعیفه، ایمان نداره. من لا صبر له لا ایمان له. یه بند خدایی یه روز اومد گفت که من از خدا یه حاجتی طلبیدم، یه حاجتی از خدا خواستم، اگر خدا تا یک ماه دیگه حاجت و منه نده دیگه نماز نمیخونم. اگر خدا حاجت و منه نده نماز نمیخونم دیگه، حوصله نداره، تاب و تحمل نداره، صبر نداره. کسی که اینطوری خودش آزار میده، به خودش آزار، مشکل روانی پیدا میکنه، مشکل اعصاب پیدا میکنه، خودش بهش سخت میگذره. انسان باید صبر داشته باشه. صبر و بردباری جزء ایمانه. ایمان دیشب عرض کردم 4 پایه دار. یک پایش صبر. او وقت این صبر از کجا منشأ میگیره؟ صبر رو دیروز 3 قسمتش کردیم. گفتیم صبر 3 قسمت داریم. امروز میخوام ببینیم صبر منشأش چیه. امیر المؤمنین میگه 4 منشأ ممکنه صبر داشته باشه. یا اشتیاق، یا اشفاق، یا زهده، یا ترقبه. امیر المؤمنین میگه این 4 تا هست. حالا من دونه دونه اینا رو براتون عرض میکنم. اشتیاق به چیه؟ خود امیر المؤمنین میفرماید من اشتاق الی الجنتی سها عن الشهوات. خود امیر المؤمنین میفرماید کسی که مشتاق بهشته شهوت خودشو کنترل میکنه. ببینید این بچه مدرسه یا خب نوجوونه، جوونه، علاقمند به فوتبال، دوست داره فیلم ببینه، نمیدونم بازی فوتباله، نمیدونم تیم فلان و با فلان مثلا میخواد نگاه بکنه، خودش میخواد بره فوتبال بازی بکنه، میخواد بره بیرون با دوستاش بچرخه، اما امشب شب امتحانشه. میبینی از همه اینا میگذره برای امتحان. شوق قبولی رو داره، شوق داره، علاقه داره که تو امتحان قبول بشه. این شوق و علاقه وادارش میکنه نه فوتبال بره، نه فوتبال بازی کنه، نه فیلم نگاه کنه، مشغول بده بشینه به درس خوندنش. این شوق.
این مردمی که صبح سر کار میرن تا بعد از ظهر کار میکنن، زحمت میکشن. خب اگر شوق پول در آوردن نداشتن، خب برای چی میرن سر کار؟ آدم دیوانه که صبح تا شب نمیره دنبال کار. آدم عاقل میگه من باید بشینم راحت باشم. پس چرا مردم میرن دنبال کار؟ چون شوق دارن، علاقه دارن. شوق به چی؟ به کسب حلال. میخواد نون در بیاره، کسب حلال وادارش میکنه از استراحتش کم کنه، صبح بلند شه بره سر کار. وگرنه روز یک شبه ببین بعضیا تا ظهر میخوابن. چرا؟ چون کار نداره. پس شوق درآمده که سبب میشه افراد صبح بلند شن برن سر کار. یه تاجری که پول میذاره، سرمایه هنگفتی میذاره، میره جنس میخره، مسافرت میره، از خانوادش فاصله میگیره، مدت ها زحمت میکشه تا جنس رو بیاره، ریسک میکنه، آیا اون جنس بیاد نیاد، ضرر میکنه نمیکنه، تمام این کارهایی که یک تاجر انجام بده برای چی؟ شوق به درآمده، شوق به اون سوده. اگر اون سود نبود، این حرکت این چنینی نمیکرد، سرمایه گذاری کنه بیاره اون جنس رو، زحمت بکشه. شوق که این آدمی رو میکشه به اون کار. امیرالمؤمنین میگه یکی از چیزایی که موجب صبر آدم میشه شوق. شوق به چی؟ شوق به دیدار خدای متعال، شوق به بهش، علاقمنده به بهش شدن. سلام من الشهوات، شهواتو کنار میذاره، دوست داره ولی نمیکنه. گرسنه سلام، تشنه است، میخواد آب بخوره، میخواد غذا بخوره، ولی نمیکنه این کارو. چرا؟ چون شوق خدا داره، علاقمند به خدای متعال، شوق به بهش داره. همین سبب میشه آدم بعضی چیزها رو بذاره کنار. یه روز حجاج از حجاز اومده بود بیرون. میدونید حجاج یوسف ثقفی دو جا حکومت کرد. این حجاج زمان عبدالملک ابن مروان بود، اول حاکم حجاز بود چند سال، بعد از حجاز آوردنش کوفه، حاکم کوفه شد. او زمانی که حاکم حجاز بود، یه روز خارج شد، یه شهر دیگه میخواست بره، هوا هم خیلی گرم بود. ظهر که شد دستور داد چادری بزنن، یه چادر برای زدن، سایبونی درست کردن، این طرف و اون طرف این چادر رو بالا زدن باد کولاک کنه. مثلا تکیه کرده بود، از اون دور دید که یک گله‌ای هست، یه چوپانی هم داره. این چوپانه از شدت سوزش گرمای زور، اونم تو عربستان، برید خدا رو شکر کنید که این درجه حرارتتون اینجا 20ه، الان تو ایران ما 40 و 50، شما اینجا بیشترین درجهش 20 بود ها، 20 22 25 درجه، اونم تو گرمای سوزناک عربستان. دید این چوپانه هی خودش لابلای این گوسفندا سرش میبره این ور میبره این ور، برای اینکه سایبونی برای خودش زیر این گوسفندا درست کنه، استراحت کنه. این آدم بیرحم بیمروت، دلش به رحم اومد، گفت برید این چوپانه رو بیارید. رفتن این چوپانه رو آوردن. چوپانه که اومد ایستاد، گفت بفرمایی، گفت بشین، گفت نمیشینم. گفت چه نمیشینی؟ گفت کار دارم. کار چیه؟ من گله دارم، گله امانت مردم، اینا دست منه، چی میخوای از من؟ گفت بشین غذا بخور، سفره پهن بود، گفت بشین غذا بخور. گفت مهمونم. گفت مهمون کی هستی؟ گفت مهمون خدا. گفت
جمعه روزه ای؟ گفت آره روزم. گفت آدم دیوونه تو این هوای گرم آدم روزه میگیره؟ روزه نگیر خب تو این هوای گرم بین گرما. گفت که ببین آدم چوپانه. گفت که آتش جهنم که گرمتر از اینجاست، من روزم نمیخورم. گفت دیوانه، این غذاها خیلی لذیذه، تو عمرت از این غذاها نخوردی، خیلی بالذته، خیلی خوشمزه است، بشین بخور. گفت خوشمزه شدن این غذاها کار توست یا کار خدا؟ اگر کار خداست اون نون جویی که میخورم هم برای من خوشمزهش میکنه. بلند شد از کنار حجاج، اومد بیرون، شوق به بهشت وادارش کرد اون غذاهای لذیذ رو تو اون جلسه نخور، وگرنه اونم دل داره کی که غذای لذیذ بدش بیاد. ای آقا از غذا حرف نزن، ما گرسنه ایم. حنظله معروف به غسیل الملائکه، حنظله رو میگن حنظله غسیل الملائکه. این جرایانش چیه که بهش میگن حنظله غسیل الملائکه؟ یه جوونی پیغمبر رفته بود برای جنگ احد، غزوه احد، از شهر خارج شده بود، این ازدواج کرد، شب اول با خانمش بود، صبح که شد بلند شد با عجله لباساشو پوشید، شمشیرشو داشت بر می‌داشت. زنه گفت کجا؟ ما که دیشب با هم ازدواج کردیم، کجا داری میری؟ گفت پیغمبر، پیغمبر رو تنها نمیذارم، باید برم سراغ پیغمبر، میبایست در خدمت پیغمبر باشم. گفت ما دیشب با هم بودیم، اگر من بچه دار تو شهید شدی، من بچه دار شدم، مردم باور نمی کنن که این بچه بچه ای توست، بیا اول شاهد بگیری. رفتن دو سه نفر چهار نفر آوردن شهادت دادن که بله این اون زمان که یک جای محضری و نمیدونم وکیل و اینا که نبود که تو محضر ثبتش کنن، آوردن دو شهادت دادن که بله اینا دیروز با هم ازدواج کردن و دیشب با هم بودن. به زنه گفتن تو برای چی این کارو کردی؟ گفت شب تو عالم رؤیا دیدم که این حنظله، تو عالم خواب دیدم این حنظله به آسمون رفته، تو دلم افتاد، صبح که شمشیرشو برداشت تو دلم افتاد ممکنه زنده بر نگرد، فردا من در معرض اتهام قرار میگیرم. حنظله آمد خدمت پیغمبر، اولین فردی که رفت تو میدون حنظله، جوون بود، با کی جنگید؟ با ابو سفیان، ابو سفیان فرمانده ها، با او جنگید، زمینش زد، ابو سفیان داد زد که یه جوون داره ابو سفیان از بین میبره، داد زد حمله کردن جماعت ابو سفیان، دست جمعی حمله کردن، حنظله رو کشتن. پیغمبر اکرم فرمودند من به چشم میبینم که ملائکه دارن حنظله رو غسل میدن، چون غسل جنابت نکرده بود. پیغمبر فرمودند حنظله چه عجله ای، به این عجله آمدی؟ مثل دیشب عروسیت نبود؟ عرض کرد بله یا رسول الله، من آمدم تا در خدمت دین باشم، اشتیاق بهشت، من اشتاق الالجنتی سها عن الشهوات، کسی که شوق و علاقه بهشت رو داره از شهوتاش دست بر می داره، اونم علاقه منده، اونم روح داره، اونم آدمه، اونم مرده، اونم شهوت داره، با بقیه فرقی نداره،
ولی گذشت کرد از این شهوت تا چی کنه؟ از این شهوت گذشت کرد تا برسه به اون بهشت برین. پیغمبر فرمودن ملائکه دارن او رو میشورن، غسلش میدن، غسل جنابت نکرده بود، پیغمبر فرمودن ملائکه غسلش میدن، معروف شد به حنزله غسیل الملائکه. شب عاشورا امام حسین به همه یارانش فرمود اتخذوا اللیل جمدا، از تاریکی شب استفاده کنین، برید دنبال خونه و زندگیتون، این مردم فقط با من کار دارن. خود داستانش شنیدید، هر کدوم از اصحاب امام حسین هر کدوم از اونا مطالبی گفتن. شب که امام حسین مطمئن شد اینا آدمایی نیستن که رهاش کنن برن، به همه اینا گفت همه تون کشته میشید، هر کی اینجا مونده کشته میشید، همه کشته میشید. تو روایت داریم امام از قدرت امامت خودش توانست استفاده کنه، جایگاه اونها رو تو بهشت نشون داد به خودشون تا قوت قلبی بگیره، بگه نه 70 نفر در مقابل 12,000 نفر چجوری میتونم به جنگه، در مقابل 120,000 نفر چجوری میتونم به جنگه، چجوری میتونن ادامه جنگ بدن، اونم از صبح شروع کنن تا نزدیکای غروب، چون امام حسین بعد از نماز ظهر و عصر به شهادت رسید. خب چجوری این ادامه رو پیدا ادامه پیدا کرد، چجوری تونستن قوت پیدا کنن و این همه تحمل کنن؟ خب جایگاهشون رو تو بهشت دیده بودن، براشون مهم نبود دیگه کشته شدن. دیروز عرض کردم زهیر به امام حسین عرض کرد آقا من که یه جون دارم که در راه تو میخوام فدا کنم، اگر خدا 100 جون به من بده، 100 بار منو زنده کنه و کشته بشم، زنده بشم و کشته بشم تا 100 بار، من دست از تو بر نمیدارم، اشتیاق به بهشت دارم. بریم دیدنش خیلی میخنده اون شب، شب عاشورا، فردا میخواد کشته بشه، بریر میخنده شوخی میکنه، بهش گفتم بریر امشب شب شوخی کردن نیست، امشب شب دعا و راز و نیازه، فردا کشته میشین، تا داری شوخی میکنی با ما؟ گفت به خدا قسم اهل من و خاندان من و قبیله من منو میشناسن، من قاری قرآنم، بریر معلم قرآن بود، من قاری قرآن و معلم قرآنم، هیچ وقت اهل مزاح و شوخی نبودم، ولی از این جایی که میدانم فردا جایگاهم بهشته و یک قدم با بهشت فاصله دارم، به وجد آمدم، خوشحالم، لذا دارم شوخی میکنم. من اشتاق الى الجنتی سها عن الشهوات. پس اول یکی از عوامل صبر اشتیاق، صبر ناشی از اشتیاق، یا اینکه صبر ناشی از اشفاق، اشفاق یعنی ترس، ناشی از ترس. من اشفق من النار، خدا امیرالمؤمنین میگه من اشفق من النار تراجع عن المحرمات، کسی که از آتش جهنم بترسه سراغ حرام نمیره. پس یا صبر ناشی از شوق یا ناشی از ترس. میشه هم صبر ناشی باشه از شوق و ترس، وعده و وعید ناشی از ترس. ترس از چی؟ ترس از آتش جهنم.
یه روز پیغمبر اکرم دیدن یک جوانی پیرهنش زده بالا، این شکم رو گذاشته رو ریگهای گرم، هی بهش میگه بچش، گرما رو بچش. پیغمبر فرمودن برید صداش کنید بیاد. آوردنش، گفتن جوان این چه کاریست که داری میکنی؟ گفت یا رسول الله، دارم به این شکمم میگم، این شکم دارم حالیش میکنم، مال هرون تو این دنیا نخور، ببین آتیش ریگ چقدر آتیش داره و گرمه، آتیش جهنم گرمتر از اینه، مواظب خودت باش. به شکمم داشتم میگفت. حالا ما هم اینجوری مال حروم باید آدم مواظب باشه نخوره، دقت داشته باشه، پول از ربا، پول از دزدی، پول از فریب دادن مردم، اینا لقمه حروم میاره برای خونه آدم. این غذاهایی که میخوری آقا خوب دقت کن، انشالله حلاله و ماشالله حلاله نگی، باید دقیق باشی، مال حروم نباید بخوری. گوش انشالله پاکه نداری، تو مسجد که آمدی انشا فرش نجسه یا نه؟ انشالله پاکه. بیرون رو نیمکت میخوام بشینم، بیرون نیمکت گذاشتن تو پارک مثلا، پاکه یا نجسه؟ انشالله پاکه. اما تو گوش نمیتونی این حرف رو بزنی، گوش تو باید مطمئن بشی پاکه تا بخوری، باید مطمئن باشی ذبحش ذبح اسلامیه تا بخوری، انشالله ذبحش اسلامیه به درد نمیخوره، روش نوشته حلاله به درد نمیخوره، حلالش نمیکنه با کلمه حلال، آقا نوشته حلال به درد نمیخوره، باید مطمئن بشی حلاله. اگر به این نوشته اطمینان داری خب بله اشکالی نداره، ولی من اطمینان ندارم. حالا میخوای یه نمونه از خودتون اینجا بگم، من چند سال پیش هم اینجا بودم، حاج آقای حکیم الهی رفته بودن مسافرت، من اینجا بودم، یه روزی این آقایون اداره مرکز به من گفتن یه شرکتیه که کشتارگاه داره، گوسفند و اینا مثلا میکشن یا مرغ میکشن، حالا یکی از این دوتاست یادم نیست، اینا میخوان بیان صحبت کنن. حالا که حاج آقای حکیم الهی نیست، یه روحانی که تو مرکزم بیشتر نیست، اینم شمایی، شما بیا در ساعت فلان اینا صحبتی دارن. ایشون اومد اینجا یک ساعت و خورده ای هم نشست با ما صحبت کردن، به ما گفت شما مجوز به ما بدید، مجوز حلال به ما بدید، ما ماهیونه اینقدر پول به شما میدیم اینجا. خب حاج آقای حکیم که نبودن، من بودم، من بهش گفتم که ما این کارو نمی کنیم، ما باید ذبح شرعی باشه تا این کار رو بکنیم. گفت نه شما مجوز به ما بدید، ما به شما پول میدیم، ماهیونه اینقدر پول بهتون میدیم. گفت ما نمی کنیم. ایشون به ما گفت ما رفتیم پیش امام جماعت مراکز دیگه، مال شیعه ها نبود اون مراکز، مال دیگران، حالا شاید هم نشونم داد که مثلا اینا مجوزش هم به ما دادن، ما هم ماهیونه اینقدر بهشون میدیم. حالا مهر حلال خورده به نام اون مثلا مؤسسه، یا اون مؤسسه تأیید کرده، این حلال نمی کنه گوشتو آقا، چون مهر حلال روشه. مهر حلال اگر اطمینان داری واقعا، چه مهر باشه چه نباشه حلال، اگر اطمینان به حلال بودنش نداری، حتی اگر 100 تا مهر خورده باشه حلال نمیشه که اون گوش. باید آدم توجه داشته باشه.
دقت داشته باشه، یک لقمه حروم آدمو عوض میکنه، یه لقمه حروم زندگی آدمو زیر و رو میکنه. خیلی مهمه این یه لقمه غذایی که آدم میخوره. شریک قاضی، این قاضی یکی از این خلفای بن العباس شد. یه روز خلیفه بهش گفت بیا یکی از این سه کار رو انجام بده. خونه نشین بود، عالم بود، گفت یا قاضی القضات ما شو یا معلم بچه من شو. گفت نه نمیتونم، وقت ندارم. قاضی القضات خیلی کار اجرایی سخته، نمیتونم انجام بدم. خب معلم شو. گفت وقت ندارم، گرفتارم، پیرم، نمیتونم. گفت حالی که اینطوره پس یه محبتی بفرمایی، یک شب با ما غذا بخور، سر سفره ما بشی. خب دید نمیشه، اون گفت نمیشه، اون دومیرم گفت نمیشه، سومیرم بگه نمیشه، زشته دیگه. پذیرفت، گفت چشم. دید آسونه، بیشتر از یکی دو ساعت وقتش نمیگیره، یک نهار، یه شام، یه سفره دیگه. نشست سر سفره، عجب غذاهای لذیذی خورد. خلیفه رو کرد به اطرافیانش، گفت به خدا قسم هر سه تا کارو دیگه انجام میده، هم قاضی القضات ما میشه، هم معلم میشه، هم میشه، هم سر سفره ما میشه. همینطور هم شد. این شریک قاضی شد، شریک بهش میگن، شریک قاضی، قاضی القضات شد. لقمه آدمو عوض میکنه. معاویه یه شیشه عسل فرستاد برای یکی از یاران و دوستداران علی ابن ابی طالب در کوفه. فرستاده معاویه شب یواشکی اومد در زد. اون یار امیرالمؤمنین خونه نبود، یار امیرالمؤمنین خونه نبود. پرسید کجاست؟ گفت رفته مسجد. گفت من یه مقدار امانت آوردم، یک چیزی هم لابلاش به نام عسل، عسل هم بود، عسل داد به دخترش. گفت اینا امانتی است که یواشکی کسی نفهمه، اینا معاویه برای پدر شما فرستاده. دختر قبل از این که باباش بیاد یک انگوش زد به این عسل، گذاشت دهنش، خیلی خوشش اومد. عسل دیگه شیرین و بالزده داره. میدونم امروز چرا من از خوردنی ها میگیم. آره حالا خلاصه بالاخره تحمل کنید، اینم یه جور صبر دیگه، ما میگیم و شما گوش کنید و چیزی نخورید و تا عزام بشه. پدرش اومد جریانو گفت، گفت پدر یه همچین چیزی برات آوردن. گفت کجاست؟ گفت این. دید این باز شده، این ظرف عسل. گفت این که بازه. گفت آره پدر، خودم بازش کردم، یه مقدار ازش خوردم. گفت دختر جون، این معاویه فرستاده تا ما رو با اینا فریب بده، خوردی ازش؟ گفت آره. گفت نکنه محبت معاویه تو دلت بیافته؟ دختره گفت هرگز. انگوش گذاشت، اون چی که تو دهنش بود بریزه بیرون، ریخ بیرون. و وقت یه بیت شعر گفت این دختره، عبل عسل المصفا، خطاب به معاویه میکنه، میگه معاویه با یک عسل صاف و تمیز و خوب میخوای محبت علی ابن ابی طالب از تو دلم در بیاری؟ هرگز نمیتونی این کار رو بکنی، فریبت نمیخوره. باید آدم مواظب لقمش باشه، آدم باید ترس داشته باشه. ترس که نباشه آدم هر کار میکنه. امام صادق یه دوستی داشت، همراهش داشت را میرفت، دوست امام صادق بود، رو کرد غلامش رو ندید، صداش کرد، غلامه نیمد. همینجوری که با امام داشت را میرفت برای بار دوم صداش کرد، نیمد. بار سوم به اسم صدا کرد، صدا نکرد. گفت پسر فاحشه، مادرشو کرد فاحشه،
پسر فاحشه، یبن الفاعله، بیا. امام صادق ناراحت شدن، چرا بد گفتی؟ چرا مسلمون نیست که نیست، مگر هر کی مسلمون نباشه زنازاده است؟ لکل قوم نکاح، هر مردمی یک آداب دینی ویژه نکاح خودشونو دارن. تو حق نداشتی این حرف رو بزنی، چرا تهمت بهش زدی؟ گفت آقا توبه میکنم. آقا قطع رابطه کردن. امام صادق تا آخر عمر دیگه با اون حرف نزدن. گفتن شیعه ما، دوست ما نباید این حرفا رو بزنه، ترس از جهنم باید داشته باشه، ورع داشته باشه، نباید این حرفا رو بزنی. یا صبر ناشی از شوق، یا صبر ناشی از ترس، یا صبر ناشی از زهد. زهد چیه؟ زهد معنیش اینه که این نیست که آدم تارک دنیا بشه، دنیا رو رها کنه، بشینه تو مسجد همش نماز میخونه. این زهد نیست، این بیعقلیه. خدا همچه آدمایی رو دوست نداره. آدم باید کار بکنه، عبادت هم بکنه. هر چیز جای و هر نقطه مکانی داره. وقت عبادت اهل عبادت شو، وقت دعا اهل دعا شو. صبح تا شب کتاب دعا بگیری دسته، صبح تا شب استغفرالله. میگن آقا بیا کار کن، نون زن و بچه‌ت در بیار. میگه نه، ما تارک دنیاییم، میخوایم دعا بخونیم، قرآن بخونیم، بهش بریم. هرچه آدمای بهش نمیرن. الکاد و علی عیاله کل مجاهد فی سبیل الله. آدمی که زحمت زن و بچه رو میکشه، خرج زن و بچه رو در میاره، مثل آدمی که در راه خدا جهاد میکنه. آدم خدا اینا رو دوست داره، این آدم ها رو دوست داره. زهد این نیست که ترک دنیا بکنی و بشینی. پس زهد یعنی چی؟ تو اسلام هایی میگن زاهد باش، زاهد باش. آقا یه زمانی یک جوونی رو دیدم تو تهران، یه پیرهن اتونکشیدهی پوشیده بود، یه شلوار اتونکرده. من به این جوون گفتم که جوون، موهاشم خیلی شونه نکرده بود، بهش گفتم خواهی خورده شونه بزن، یه اتویی بزن پیرهن، آدم اول اتوش بزنه قشنگ بعد بپوشه. گفت آقا دنیا ارزش این حرفا رو نداره، شما که خودتون باید به مردم یاد بدید. گفتم که من همینه دارم بهت یاد میدم، من به نام دین دارم با تو حرف میزنم. خدا یه همچین آدمایی رو دوست نداره. خدا دوست داره آدم پیرهن اتو کشیده بپوشه، دوست داره آدم تمیز رو. آدم تمیز یعنی چی؟ یعنی مرتب باشه. آقا یه مدتی جا افتاده بود تو تهران حزب اللهیه، حزب اللهی بال سر من. اما این معنیش نیست که پیرهن اتو نکشیده بپوشی، مورشونه نکرده باشه، شلوار مرتب نباشه. میبایست آدم لباس مرتب، حزب الله یعنی این، لباس مرتب، التزام به عبادات، امر و نهی خدا را اطاعت کن. اینه بهش میگن حزب الله، نه اینکه لباس اتو نکشیده آدم بپوشه. باید آدم مرتب باشه، لباس مرتب باید تنش باشه. زهد این نیست که اینا رو بگیم ما احتیاج نداریم. زهد اینه آدم بر اون چه که گذشته افسوس نخوره، بر اون چه که در آینده میخواد پیش بیاد خیلی امیدوار نباش. اینه بهش میگن زاهد. لکیلا، برای این که انسان زاهد باشه باید اینجوری باشه، یأس نداشته باشه. علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم.
خوشحالم نباشید برای اون چه که خواهد آمد. اینه بهش میگن زهد. به یک عبارت بگم زهد یعنی وابسته نباشی، وابسته به یک چیز نباشی. یه مثال بزن، یک آقایی رو لحظه احتضارش بود، داشت از دنیا میرفت، هرچی بهش میگفتن بگو لا اله الا الله، آدم متدین اهل نماز و اهل روزه و اهل عبادت و اهل حج و اهل زیارت امام حسین و خب لحظه احتضارش فرا رسید و دیگه رو به قبلش کرده بودن و هایی بهش میگفتن بگو لا اله الا الله، روش بر میگردن. چند بار این کار رو کردن، تلقینش میکردن بگو لا اله الا الله، روش بر میگردن. خب خدا مقدر نکرده بودیم بمیره، دوباره صحت و سلامتی پیدا کرد، برگشت، حالش خوب شد. یه روز بهش گفتن که تو که آدم اهل عبادتی، اهل خدا و پیغمبری، اهل دعایی، چرا تو لحظات بهت میگفتن بگو لا اله الا الله، تو لا اله الا الله نمیگفتی؟ گفت بله من متوجه بودم شما دارید تلقینم میکنید، ولی من یه ساعت جیبی دارم، خیلی بهش علاقه من بودم، این ساعت جیبی رو شیطون جلوی چشم قرار داده بود، میگو اگر گفتی لا اله الا الله میزنم زیر پا خوردش میکنم، من برای که این ساعت خورد نشه لا اله الا الله رو نمیگفتم. لذا بلند شد همون لحظه ساعت رو در آورد گذاشت خودش، بعد از اینکه حالش خوب شد خوردش کرد. گفتن چرا خوردش میکنه؟ گفت سببش اینه، اینی که من نمیگفتم لا اله الا الله سببش این ساعته، دل وابستگی به این دنیا. آدم دل وابسته نباش، اینه بهش میگن زهد. یکی دیگه از عوامل ایجاد کننده صبر ترقب، انتظار، ترقب الموت، یاد مرگ بودن. همیشه آدم یاد مرگ باش. چرا میگن مستحب برید قبرستون مرده ها رو زیارت کنید؟ خب آدم فاتحه میخواد بخونه، اینجا فاتحه میخونه دیگه، چرا میریم قبرستون؟ قبرستون برو تا ببینی این آدم ها مثل ما بودن، میخواستن زندگی کنن تو این دنیا 70 سال و 60 سال و حالا کجا جاشون شده؟ زیر خاک. حالا تازه خوباشون، بعضیشون که آتیش میزنه هیچیش هم نمیمونه. عبرت بگیر آدم، یاد مرگ باشه آدم. یاد مرگ آدم که قرار گرفت یه مقداری آرامش پیدا میکنه، حرص و ولع دنیا رو نمیزنه. ابن بطوته یک جهانگردیه، 700 سال پیش ایران اومده، 700 سال پیش، یک کتاب سفرنامه داره ابن بطوته، خاطراتش تو سفر ایران رو نقل میکنه. یکی از خاطراتش مال شهر شیرازه، میگه تو شیراز که بودم، ابن بطوته میگه دیدم یک پیرمردی تو مغازه نشسته داره قرآن میخونه. یه بار و دو بار و سه بار و از هر چی رد شدم از مغازه، دیدم همچنان قرآن دستش داره قرآن میخونه. خوشم اومد بشینم باش حرف بزن، رفتم تو مغازهش، گفتم من دیروز اومدم رد شدم دیدم قرآن میخونی، امروز رد شدم دیدم قرآن میخونی، صبح رد شدم دیدم قرآن میخونی، عصر رد شدم دیدم قرآن میخونی، خیلی مشغول قرائت قرآنی. گفت آره اگر مشتری نداشته باشم قرآن میخونم. بعد گفت ببین این مغازه منه، یه پارچه ای انداخته بود نشسته بود رو اون پارچه، پارچه رو کنار زد، گفت ببین اینم قبر خودم، قبر درست کردم برای خودم، اینم نشستم سر قبر خودم قرآن میخونم. یاد مرگ باش. ما سالیان سال مدرسه استادمون آیت الله جوادی آملی، سالیان سال ما اونجا حجره داشتیم و رفت آمد داشتیم، محضر آقای جوادی بودیم و
دم در این مدرسه، الان هم هست این مدرسه، دم در این مدرسه یک قبر هست. بانی اون مدرسه که این مدرسه را در اختیار آیت الله جوادی آملی قرار داده، یه آقاییه برای خودش اونجا قبر درست کرده بود. منم نمیشناختم این آقا رو. یه روز دیدم یه پیرمردی 70 ساله نشسته اونجا کنار این قبر، داره فاتحه میخونه، داره قرآن میخونه. خب ما فکر کردیم این مرده دیگه، اینجا دفنش کردم. هیچ وقت تو ذهنم نیامده بود که این زنده است. یک سنگ قبری اونجا نشون میده این مال صاحب این مدرسه است. دیدم داره قرآن میخونه. غروب که شد، پسرا استادمون آیت الله جوادی آملی دیدمش، گفتم امروز یه آقایی دیدم سر این قبر، بالاخره فک فامیلم پیدا کرد، اومده اینجا فاتحه میخونه. قه قه میخندی. گفتم چه میخندی؟ گفت این صاحب خود این مدرسه است، صاحب این قبر. این هر یه مدت یه بار میاد سر قبرش قرآن میخونه. یاد مرگ باش. آدم باید یاد مرگ باشه. دنیا به کسی وفا نمی کنه. موسی خلیفه عباسی بود. این آدمی بود یک شب تصمیم گرفت، خیلی آدم صفاکی بود، برادر هارون رشیده، قبل از هارون رشید حکومت کرد. یک شب اینه گفت، گفت به وزیرش هرثمه، هرثمه تو یک شب چند تا دستور عجیب و غریب داد، امشب باید بری برادرم هارون الرشید رو سر از تنش جدا کنی. یک. دو، دستور میدم شهر کوفه رو آتیش بزنن. باید شهر کوفه رو همه رو آتیش بزنی. اونایی که طرفدار ما هستن از شهر بیارید بیرون، همه شهر رو آتیش بزنی. سه، همه شیعیانی که تو زندانای ما هستن از زندان بیا بیرون، یا سرشون رو ببر امشب یا بنداز تو رود دجله. سه تا دستور داد. هر کاری کرد این هرثمه که جلوی این دستورات بگیره نتونست. گفت آقا من نمیتونم اجرا کنم. گفت دستور میدم تو رو عزل کردم، دستور میدم سر تو رو هم ببرم، بندازش تو زندان. زنداختنی زندان. مادرش فهمی، مادر هارون رشید و مادر موسی، یه مادر از یه مادر و یه پدرم، خواهش و تمنا کرد بی این پسر نکن این کار رو، برادرتو نکش. قبول نکرد. شب آمد خونه، لقمه غذا رو گذاشت تو دهنش، عزراییل اومد سراغ جونش گرفت. همون شب، همون شب هارون رشید شد خلیفه. انتظار مرگ رو باید انسان لحظه به لحظه داشته باش. حضرت زینب شب عاشورا آمد خدمت امام حسین، دید آقا ابا عبدالله یه بیت شعر میخونه. اف لک یا دهر من خلیلی، اف بر این دنیای بد که به هیچ کس وفا نکرده. زینب شعر رو که شنید فهمید که بوی مرگ میاد از حرفای امام حسین. آهی کشید و فریادی زد و قش کرد، افتاد روی زمین. آب زدن به چهره زینب کبرا، دختر امیر المؤمنین. بعد امام حسین شروع کرد دلداری دادن به خواهرش. فرمود خواهرم نه اهل دنیا باقی میمانند نه اهل آسمان، همه از بین میرن. جدم رسول الله بود، از من بهتر بود، از این دنیا رفت. پدرم علی ابن ابی طالب از من بهتر بود، از این دنیا رفت. برادرم حسن از این دنیا رفت. همه مون رفتنی، تو باید تحمل داشته باشی خواهرم، ما هم همه رفتنی هستیم.
شروع کرد یک مقدار دلداری دادن به حضرت زینب. زینب روز عاشورا امیدش به دو تا برادرش بود، دو تا پسراش داد، علی اکبرش رفت، قاسم رفت، اما همه امیدش کیه؟ امام حسین و برادرش ابوالفضل. ابوالفضل هم که به شهادت رسید امیدش به امام حسین بود، امام حسین هم که به شهادت رسید، زینب کبرا وقتی دید سر بریده امام حسین بالای نیزه و این مردم دارن هلهله میکنن و تکبیر میگن و الله اکبر میگن، خوشحالن از این که ابا عبدالله رو سر بریدن، رفت درون خیمه بچه ها رو آروم کرد، خانما رو آرام کرد، درون خیمه ها نشسته بودن. دیگه این مقدار باورش نمیشد، این مردم نانجیب خیمه ها رو هم آتش میزنن. نزدیکای مغرب بود که عمر بن سعد دستور داد که خیمه های امام حسین رو هم آتش بزنن. شروع کردن آتیش زدن خیمه ها، خیمه ها رو آتیش زدن، از این خیمه که آتیش می زدن بچه ها می رفتن او خیمه دیگه، همینطور به خیمه، از خیمه به خیمه دیگه، تا امام سجاد درست دستور دادن علیکم بالبیدا، برید همه تو بیابون، زن و بچه زدن تو بیابون. راوی میگه من دیدم یه دونه بچه داره گریه میکنه، ترس گرفتتش و گریه میکنه، احساس کردم خیلی تشنه است، گفتم دختر جان خیلی تشنه ای؟ گفت آره آقا خیلی تشنه هستم. من برداشتم یه ظرف آب آوردم برای این دختر بچه، ظرف آب رو دادم به بچه که بخوره، نگاهی به آب کرد، این بچه داشت گریه میکرد، نگاهی به آب کرد، نگاهی به من کرد، گفت آقا یه سوال از تو دارم، آیا آقای ما رو قبل از کشتن آب دادن یا نه؟ گفتم نه دختر جان، آبی به آقای شما نرسید. گفت پس منم آب نمیخورم آقا. و این چنین برخورد کرد این دختر نازدانه امام حسین. اما یه لحظه دیگه هم یه دختر کوچولویی هم بود در لشکر امام حسین، اون لحظه ای که دشمن آمد گوشواره رو به جای درآوردن کند، گوش اون دختر بچه رو برید برای اینکه گوشواره این دختر بچه رو ببره. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لحظات استجابه الدعاء. اللهم انا نسالك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاكرم يا الله. خدایا عاقبت همه ما رو ختم بخير بگردان، این قلیل اعمار رو از ما به کرمت قبول بفرما، همه رو حاجت روا بفرما، مرزای مؤمنین رو لباس عافیت بپوشان، به ما توفیق اطاعت و بندگی عنایت بفرما، ثوابی از این مجلس به روح گذشتگانمون عاید و واصل بفرما. برای تأجیل فرج امام زمان سه تا صلوات بلندی خواهیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.